خب دوستان، من امروز میخوام در رابطه با تنظیمات UCS صحبت بکنیم، چون مختصات نسبی دقیقاتی یا مختصات توی اتوکد بعضی وقتا خیلی نیاز هستش برای حتی کارهای دو بعدی انجام دادن. حالا بحث سه بعدی که حتما ما UCS به طب استفاده زیادی ازش میکنه، ولی توی همین فضای دو بعدی که ما الان هستیم، ببینید UCS یه وقتایی خیلی کار بوده. ببینید ما با زوم کردن، جلو عقب کردن، این مختصاتی که اینجا هست با من حرکت میکنه. یه وقتایی تو کارهایی که شلوغه، مثلا من نیازم خیلی زوم بکنم که آبجکت های بیشتری رو ببینم، ببینید که این کاملا فضا وسط کارم اومده و باعث میشه که من تمرکزم به هم بریزه. و ببینید با زوم کردن این از شکل فاصله یه رای هست برای اینکه اینو ما فیکس نگه داریم اینجا. با زوم کردن عقب و جلو این از جاش اینجا تکون نخوره. ببین اگه من یه چپ کلیک بکنم دیگه این و دوباره یه راست کلیک بکنم، ببینه UCS آیکون سیتینگ اینجا بر من این تیک خورده شد UCS آیکون ات اوریجن. اگر من اینو آن تیکش بکنم، ببینه این میره این گوشه وای میسه، یعنی چه من زوم بکنم جلو برم یا عقب بیام، ببین این اصلا از این سریجش تکونه میخوره و این خیلی کمک کننده است. و نگاه کنید، من حتی اگه پنش هم بکنم به برام اونور، برای اینکه پن رو بر میکنم اون بر میگرده سریجش و نگاه کنید اون بر میگرده. این یه مورد بود که UCS کمک کننده. ببین حالا من میخوام فضا رو یه کمی یه چند مورد بیشتری از UCS رو ببین. اگه من به فرض حالا من اسکرول موسم رو فشار میدم پایین با شیفت، حالا این پن انجام میده، ولی یه چپ کلیک بکنم و شیفت رو نگه دارم، اسکرول موسا میدم پایین و شیفت رو نگه میدارم، من اینو میخوام بیارم تو سه بعدی. یه موضوعی رو بهتون نشون میدم. ببینید توی UCS، حالا من یکم زومش بکنم، پس اسکرول موسا رو فشار دادم پایین، شیفتم گرفتم، موسا رو تکون دادم. این فاز این مکم مستطیلی که من قبلا کشیده بودم، میخواستم در رابطه با اینکه حالا فرض کنید یه ساختمون هستش و من میخوام از UCS استفاده کنم تو سبودی، بیام روی این صفحه، روی این بدنه، بخوام به عنوان نمونه یه چیزی رو بکشم. ببینید اگر من در این حالت، اگر مثلا یه رکتنگل من بخوام بکشم، ببینید رکتنگل من روی زمین هستش، من نمیخوام روی زمین باشه، من میخوام روی این بدنه برمن باشه. پس باید یه تغییری رو انجام بدم. اگر من تایپ بکنم UCS و اینتر بکنم، ببینید توی خط فرمان یه سری فرمان برای من اجرا میشه: face named object previous view word xyz و z axis و word هم که اینجا به صورت دیفالت هست. ببینید چون من این یه face هستش و میخوام روی این face یه کارایی یا انجام بدم، حالا پنجره‌ای باز کنم، دری باز کنم، یا یه تغییرات روی این فیس بدم، پس باید به UCS بگم آقا روی این فیس فقط بر من کار بکن. ببینید اینجا ما گزینه فیس رو داریم. اگر من یا F بزنم یا روی این کلیک بکنم، ببین این حروفی که به صورت آبی هستن، اگر من تایپ بکنم این فرمان ها اجرا میشه. حالا من میزنم روی فیس انتخاب میکنم، حالا میگه که ببینید select face of solid or surface or mesh، میگه که face رو برای من انتخاب بکن، اگر که یه جنسی که سخت یا توپول یا surface یا صفحه است یا mesh رو برای من انتخاب بکن. میگم که من ببینید به معنی که میرم روی اون صفحه، اون مختصات منم ببین نشون میده روش. ببین میگم که من این چیز رو میخوام، این سفر رو میخوام. میگه که اینتر آپشن، میگم که اکسپت، قبوله. خب حالا شما ممکنه بگید که نه این همینجا مو تغییری نکرد، ولی ببین مختصات من جهتش تغییر کرد. حالا برای اینکه کاملا نشون بدم، اگه من یه رکتنگل بزنم و بیام روی این فیسی که من انتخاب کردم کلیک بکنم و رکتنگل رو بکشم، ببینید من روی این فیس تنها میتونم کار بکنم. یه اینتر دیگه بزنم، ببین اگه من بیام روی این فیس بخوام
کار بکنم به عنوان انسان. ببینی اگه من یه ببین همچنان این فیس رو میشناسه، ببین یک تنگ من موازی با این فیسه و اگه بخوام بیام روی زمینم دوباره بکشم، ببینی من نمیتونم روی به غیر از این فیس جای دیگه ای طراحی بکنم. پس مختصات من به این، به من این اجازه رو میده یو سی اس که من بیام یه فیسی رو انتخاب بکنم. مثلا من اینجا یه در میخوام به عنوان مثال، مثلا حالا شما اینو فرض کنید یه در هست و میخوام مثلا تا اینجا بیاد به عنوان مثال. حالا من خیلی نمیخوام دقیق بشم ولی صرفا میخواستم یو سی اس رو بیاد و من حالا میخوام سیرکل داشته باشم به عنوان نمونه. مثلا من میخوام یه چیزم داشته باشم، حالا و من میتونم اینو مثلا مووش بکنم همینجا یا هرچی که دیگه بخوام. مثلا من میخوام آرک داشته باشم بفرس، خب ARC میزنم بفرس، میخوام یه آرک داشته باشم اینجا، حالا یا بالا یا پایین فرق. ببین توی این چیز صفحه من میتونم تمام کارم رو، حالا کارم تموم شد، میخوام برگردیم به اوریجینالش. چه باید بکنیم؟ دوباره ببینید اگه بزنم UCS و اینجا فرمانایی که به من میده هم ورد رو دارم هم به صورت دیفالت ورد بر من انتخاب شده و اگه من میتونم هم اینتر بکنم، حالا من این سری شورتکاتش رو میزنم W، ببین اینجا W رو اینتر بکنم، ببین این اومد روی اوریجینالش و من حالا میتونم اگر یه رکتنگل بکشم، ببینید هم میتونم روی زمین شروع بکنم، یعنی دیگه روی این فیس تنها نیست و اوریجینالش حالا من دیلیت بکنم برگشت روی اون چیزی که دیفالت برایش انتخاب شده. پس UCS برگشت روی اوریجینالش و با کلیکن روی تاپ ویو من میتونم برگردم روی اون شکلی که به صورت حالا به صورت تاب وی داشتم و اونو داشته باشم. حالا من اینجا دوباره یک کمی میخوام نشون بدم که ببین ما میتونیم با تغییر دادن خیلی نماها، ویوها یا حتی پلنا اینا رو ببینید، ما همه اینا رو میتونیم بعد از اینکه این اومد توی اوریجینال میتونیم با تغییر دادن شمال، جنوب، شرق هم نماهاش رو ببینیم هم پرسپیکتیوهاش رو ببینیم هم کاری که انجام بده. پس UCS سعی بکنیم بیشتر ازش استفاده بکنیم، بعضی وقتا نیاز هست توی کاری تریدیمون UCS خیلی میتونه کمک رو بکنه اگر بتونیم باش به راحتی کار بکنیم و شورتکاتش رو یاد بگیریم. موضوع بود که شاید دوستان یه وقتی نیاز از حتی تو دو بودی هم یه توجهی بهش بکنن و استفاده بکنن ازش.